دلیل جذابیت ایران اینترنشنال برای مخاطبان چیست؟ آیا تا به حال به این سوال فکر کردید؟ کسانی که به طور تخصصی رسانه‌ها را دنبال می‌کنند، معتقدند ماهیت رسانه‌ای ایران اینترنشنال از رسانه آمریکایی فاکس نیوز کپی برداری شده است. فاکس نیوز رسانه محافظه‌کاران افراطی آمریکاست. به این نوع سیستم انتشار رسانه‌های فرهنگ خشم گفته می‌شود. در این شیوه روی یک موضوع تا وقتی ایجاد خشم می‌کند مانور داده می‌شود، اما به محض اینکه احساسات جای خودش را به منطق می‌دهد، وقتی مخاطب شروع به پرسیدن سوالات عقلانی از این موضوع کند، این موضوع فراموش می‌شود و بلافاصله موضوع جدیدی به عنوان سوژه خشم انتخاب می‌شود. سیاست و ترفند این شبکه‌های خبری بر پایه دروغ‌های پشت سر هم شکل گرفته است. این تکنیک که به گیش گالوب شهرت یافته است، اولین بار توسط فردی به نام گیش در مناظره‌ها مورد استفاده قرار گرفت. در این شیوه در مدت زمان کوتاه آنقدر اخبار غیر واقعی گفته می‌شود که طرف مقابل اصلا فرصت پاسخگویی و یا حتی اعتراض هم ندارد. شیوه اجرای ایران اینترنشنال نیز بسیار به فاکس نیوز شباهت دارد. در اغلب شبکه‌های خبری مجری تنها وظیفه انتقال خبر به مخاطب را بر عهده دارد و برداشت و تفسیر خبر به مخاطب سپرده می‌شود. اما در شبکه‌های خبری همچون فاکس نیوز و ایران اینترنشنال، پس از اعلام خبر مخاطب به حال خودش رها نشده و احساسی که مخاطب باید داشته باشد نیز به او تحمیل می‌شود. در واقع مجری‌ها و کارشناسان با سمت و سو دادن به خبر مخاطب را سردرگم می‌کنند. به طور مثال مجری ممکن است بگوید این خیلی وحشتناک، یا در مواجهه با یک خبر به وضوح غمگین یا شاد بشود. نتیجه این که مخاطب هنگام تماشا نیاز به فکر و تحلیل ندارد. او میتواند مغز خودش را خاموش کند، صرفا تماشا کند و هر آنچه را که میبیند و میشنود به عنوان حقیقت مطلق بپذیرد. حقیقت مطلقی که باعث خشم میشود، اما چند روز بعد جای خودش را به یک حقیقت به اصطلاح مطلق دیگر میدهد. با این تفاصیل تماشای شبکه خبری ایران اینترنشنال برای مخاطب عادی بسیار راحت و جذاب است، چون مخاطب در ایران اینترنشنال کاملا منفعل و ذهنش کمتر به دنبال درستی و نادرستی خبر می رود. نیازی به تأمل ندارد و همه چیز به او گفته می شود. اما مشکل این شیوه خبری این است که در دراز مدت مخاطب با مشکلات زیادی روبرو می شود. مخاطبی که فکر نکند، از ذهنش استفاده نکند و قدرت تحلیل نداشته باشد و فردی که متوجه نباشد عقایدش را رسانه ها برایش ساختند و این عقاید با هم ناسازگارند، احتمالاً حال و روز خوبی نخواهد داشت. این گونه رسانه ها افراد را بازیچه سیاست های خبری خودشان قرار می دهند. اما مسئله این است که جامعه به هر حال همیشه از این تجربه ها درس می دهند. در فضای سیاسی کشور ما رسانه‌های زیادی آمده و رفته‌اند و تجربه نشان داده است همین مخاطبانی که امروز برای این رسانه‌ها دست می‌زنند و هورا می‌کشند، فردا ممکن است شدیدترین فحش‌ها را نثارشان کنند.